آیا خوردن مرغ مرجان جایز است؟ سوال: حمد و ثنا به پروردگار. اساس در خوراک‌ها و نوشاکه‌ها حلال بودن آنها میباشد تا آن دمی که دلیل حرام بودن آن ثابت نگردد. الله سبحانه و تعالی فرموده است: اوست که همه چیزهایی که در زمین است برایتان آفرید. سوره بقره آیت 22. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمود: اهل جاهلیت، یعنی مردمی پیش از اسلام، در زمان بتپرستی و جهل و نادانی بعضی چیزها را می‌خوردند و بعضی چیزهای دیگر را ناپاک و پلید حسابیده ترک می‌کردند، یعنی نمی‌خوردند. پس الله سبحانه و تعالی پیامبر خود را فرستاد، کتاب خود را نازل کرد: بعضی چیزها را حلال و بعضی دیگر را حرام گردانید. پس آن چیزی که حلال گردانید حلال است و آن چیزی که حرام گردانید حرام است و آن چیزی که از آن سقوط کرد عفو و بخشایش است. سپس آیت زیرین را تلاوت کرد: بگو، در میان آن چی به من وحی شده است چیزی را که خوردن آن برای خورنده حرام باشد نمی‌یابم مگر گوشت مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک که حتما پلید است، یا حیوانی که هنگام ذبح از روی نافرمانی نام غیر الله تعالی بر آن برده باشند. پس هر که برای حفظ جان خود به خوردن آنها درمانده و ناچار شود، اگر سرکش و زیاده خواه نباشد، به راستی که پروردگارت آمرزنده مهربان است. سوره انعام آیه 145. روایت ابو داود که حدیثی صحیح است. در اساس این خوردن مرغ مرجان حلال است. حدیثی که در صحیح بخاری از ابی موسای اشعری رضی الله عنه روایت شده است این اساس را تأیید میکند که فرموده است: پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که مرغ را میخوردند. مبارک فوری رحمه الله گفته است: از این حدیث فهمیده می شود که خوردن مرغ جایز است، خواه مرغ خانگی باشد و خواه مرغ دشتی، و این با اتفاق علما است. پایان سخن. الله سبحانه و تعالی داناتر است.